با سلام درود خدمت دوستان، رسیدیم به آموزش زبان انگلیسی با سریال فرندز قسمت 12. بریم بقیه داستان رو با هم دیگه ببینیم و بررسی کنیم. خب صحنه بعدی که ما اینجا داریم، صحنه ای که توی آپارتمان مونیکاست، مونیکاز اپارتمنت، ریچل ایز تاکینگ آن د فون، صحبت میکنه آن د فون، خب دقت بکنید، و پیسینگ، پیس به معنی قدم زدنه و داره میگه که خب I'm so sorry و پیس یعنی چی؟ قدم زدن و راه رفتن با نگرانی و پریشانی رو بهش میگن پیس. Walk at a steady and consistent speed, especially back and forth and as an expression of one's anxiety or annoyance. مثلا مثال بزنیم، we paced up and down in exasperation، یعنی ما هی داشتیم مثلا back and forth می رفتیم و می اومدیم in exasperation. Exasperation یعنی با عصبانیت. خب ریچل پشت تلفنه داره با اون همسر سابقه صحبت میکنه، میگه Barry I'm so sorry، متاسفم یا خیلی متاسفم. I know you probably think، میدونم که شاید فکر میکنی، that this is all about what I said the other day about you making love with your socks on. This is all about، یعنی شاید من اینه که موضوع اینه که وقتی میگه all about، یعنی موضوع اینه که what I said راجع به اون چیزی که من گفتم the other day، وقتی میگیم the other day اون روزی، مثلا توی محاوره میگه اون روزی، about you راجع به تو، making love هم یعنی سکس داشتن، with your socks on در حالی که جوراب پاته. وقتی میگیم to be about یعنی موضوع اینه، مسئله اصلی اینه، مثلا it's not about winning or losing، it's about having fun. مثلا به بچه ها اینجوری یاد میدیم، میگیم موضوع برد و باخت نیستش، it's not about winning or losing، it's about having fun. موضوع اینه که، یا مسئله اصلی اینه که خوش بگذره بهتون، توی بازی کیف کنید. to make love یعنی سکس داشتن یا خوابیدن با کسی، که مثلا میتونید از to have sex یا to sleep with someone هم استفاده کنید. وقتی sleep with استفاده میکنید یعنی با کسی خوابیدن، معنی سکس داشتنه. خب حالا که برگردیم به این صفحه، این جمله رو بهتر متوجه میشید با این کلماتی که توضیح دادیم. وقتی میگی که you think this is all about، یعنی موضوع اینه که راجع به اون چیزی که اون روز راجع به سکس داشتن با، در حالی که جوراب پات بوده مثلا، به اون ربط داده، اصلا ربط اون قضیه نداره. But it isn't، ولی اینطوری نیست. چرا میگه it isn't؟ به خاطر این it's، گفتیم it's about، حالا منفی شده it isn't. It's about me، یعنی موضوع منه، راجع به منه. And I just، اینجا میخواسته بگه just، جاشو گفته she stops talking، یعنی دیگه حرف نمیزنه. stop بعدش اگه یه فعلی با ing اومد، یعنی که اون کارو دیگه انجام نمیده. stop talking دیگه حرف نمیزنه. and dials the phone، و شروع میکنه به شماره گیری کردن تلفن. Hi machine cut me off again، یعنی اون دستگاه دوباره منو قطع کرده. anyway، به هر حال، look نگاه کن ببین. anyway یعنی به هر حال. I know that some girl is going to be incredibly lucky to become Mrs. Barry Finkel. میدونم که some girl، چرا میگه some girl؟ بخاطر اینکه این میگیم یه دختری، معلوم است کیه، بخاطر این میگیم some girl. یه دختری is gonna be یعنی خواهد بود، incredibly lucky یعنی به طور غیر قابل باوری luckyه، خوشبخت و خوششانسه، to become Mrs. Barry Finkel، که خانم بری فینکل بشه. پس یعنی یه دختری برای آرزو اینو داره که زنت بشه. But it isn't me، ولی اون دختر من نیستم. It's not me، ولی اون دختر من نیستم. And not that I have any idea، not that یعنی این طوری نیستش که I have any idea یعنی میدونم، but have any idea یعنی دونستن، این که من میدونم who me is right away. توی اسلاید قبلی گفتیم که اون میگفتم It's not me، نمیدونم اون من کیه. But you just have to give me a chance to، یعنی تو هم باید به من یه فرصت بدی، to give someone a chance یعنی من یه فرصت بده، چون دیگه مثلا توی وضعیتی نیستم که الان بخوام تصمیم بگیرم. وقتی میگیم to have no idea یعنی
نمیدونم، یعنی I have no idea what you are talking about، یعنی اصلا نمیدونم راجع به چی داری حرف میزنی. پس have an idea یعنی دونستن، have no idea یعنی ندونستن، که حالا به غلط یه وقت ترجمه میشه میگه ایده ای ندارم، در واقع have no idea یعنی نمیدونم. Right now یعنی همین الان. To give somebody a chance to do something یعنی به یه شخصی یه فرصتی بدیم که یه کار رو انجام بده. To give someone a chance to do something. To offer someone an opportunity to do something. یعنی این فرصت رو به کسی بدیم که یه کاری انجام بده. مثلا چی؟ If you give me a chance, I can show you that I am the best teacher in this city. اگه به من این فرصت رو بدی، میتونم به نشون بدم که من بهترین معلم تو این شهرم. دوباره برمیگردیم به این صحنه، تو این کلماتی که گفتیم رو یاد بگیم. I have any idea یعنی میدونم. Not that I have any idea نمیدونم. Right now گفتم یعنی در واقع یعنی همین الان. و اینکه you just have to give me a chance، به کسی یه chance دادن یعنی به کسی یه فرصتی رو بدیم. خب این صحنه از این قسمت هم تموم شد. در واقع بخش 12 آموزش زبان مثال فرنز رو تموم کردیم. توی درس‌های بعدی میریم سراغ بقیه صحنه‌های این قسمت از سریال و کلمات و اصطلاحات رو با هم دیگه یاد می‌گیریم. اگه خوشتون اومد لایک بکنید، به دوستاتون هم معرفی بکنید.